عده‌ای به اعتراض به صدور حکم اعدام برای افغانها و اجرای این احکام مقابل سفارت ایران تظاهرات کردند. معترضان که شعارهای تندی علیه دولت ایران دادند، خواستار توقف اعدام‌ها و پایان بدرفتاری دولت ایران با مهاجرین افغان شدند. هزاران افغان عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران هستند. علی سلیمی از کابل گزارش می‌دهد. اعتراض به اعدام چند شهروند افغان در ایران و بدرفتاری مقام های ایرانی با مهاجرین. این تظاهر کنندگان خشمگین از سفارت ایران در کابل می خواهند صدای اعتراضشان را به گوش دولت مردان ایرانی برساند. پلاکارد ها نیز پیام های تند را به دولت ایران می فرستد. ما نمی خواهیم که غریب بیچاره از بین بره و بیادر اعدام شود، به خاطر که به غریبی، به خاطر کاربار میره یک جای خارج میره، به خاطر اینکه باشه غریبی کنم او جای اعدام شو و شتک شو بسیش خانهشان در بگیره، در خانهشان در بگیره. خوب نیست در کلان قانون است که خانهشان در بگیره. ایران ماه گذشته اعلام کرد که چند شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده، موضوعی که دولت افغانستان آن را تکان دهنده توصیف کرد. موضوع اعدام مهاجرین افغان در ایران قبلا اعتراضای شدید را در سطح سیاسی و پارلمان کشور برانگیخته بود، اما این اولین بار است که گروه از شهروندان عادی کابل در اعتراض به این موضوع به خیابان‌ها می‌آیند. این معترضان از دولت ایران می‌خواهند به آنچه بدرفتاری با مهاجرین افغان مقیمان کشور می‌خوانند پایان دهد. در حال حاضر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند. دو کشور توافقنامه های را در مورد مبادله زندانیان به امضا رساندند. دولت افغانستان خواستار اجرای این توافقنامه ها از سوی ایران است. امروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شاه اشرفی سفارت جمهوری